محکوم کردن سخنان دونالد ترامپ درباره ریاست جمهوری آمریکا از سوی جمهوری خواهان. واکنش ها به تصمیم ترامپ به لغو مجوز حضور خبرنگار واشنگتن پست در فعالیت های انتخاباتی او و تنش دوباره میان کانادا و ایران موضوع سه مقاله در روزنامه واشنگتن پست، وبسایت صدای آمریکا و نشریه نشنال پست کانادا است. شان سالیوان و مایک دمونس در مقاله‌ای در واشنگتن پست با عنوان پیوستن جمهوری‌خواهان ارشد و اوباما در محکوم کردن سخنان ترامپ از انتقادهای دو حزبی به واکنش دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کشتار کلوب شبانه در اورلاندو خبر داده و می‌گوید آنها سخنان او علیه مسلمانان و به پرسش گرفتن وفاداری اوباما را تفرقه‌آمیز و دور از ارزش‌های مورد احترام آمریکا عنوان کردند. ترامپ اشاره داشت که اوباما یک جورهایی با تروریست‌ها مرتبط است یا با آنها احساس همدردی می‌کند. بعضی از حامیان جدی ترامپ از موضع‌گیری او نسبت به حمله مرگبار کلوپ شبانه در اورلاندو حمایت کردند، اما بیشتر جمهوری‌خواهان سعی کردند از او فاصله بگیرند. پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت ما برای ورود مهاجران به آزمون مذهبی نیاز نداریم، با آزمون امنیتی احتیاج داریم. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا گفت بنا به سنت اکنون زمان متحد شدن مردم کشور است و وضعیت کنونی مایوس کننده است. وبسایت بخش انگلیسی صدای آمریکا در مقاله‌ای با عنوان پرسش‌های واشنگتن پست از درک ترامپ از آزادی رسانه در آمریکا به تماس مارگارت سالیوان، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ چند ساعت پس از تصمیم ترامپ به لغو مجوز حضور خبرنگاران این روزنامه در فعالیت‌های انتخاباتیش برای توضیح در این باره می‌پردازد. سالیوان می‌گوید ستاد ترامپ هنوز پاسخی نداده است. مناقشه از آنجا آغاز شد که واشنگتن پست مقاله‌ای را با این تیتر منتشر کرد. دونالد ترامپ اشاره دارد که پرزیدنت اوباما در تیراندازی اورلاندو نقش داشته است. حدود یک ساعت بعد واشنگتن پست تیتر مقاله را به این تغییر داد. به نظر می‌رسد دونالد ترامپ پرزیدنت اوباما را به تیراندازی اورلاندو ربط می‌دهد. انجمن گزارشگران کاخ سفید می‌گوید هر کاندیدای مهمترین دفتر کاری این کشور باید به نقش رسانه آزاد و مخالف احترام بگذارد، نه اینکه چون لحن یا محتوای پوشش فعالیت‌هایش را دوست ندارد اصول متمم اول قانون اساسی آمریکا را رد کند. استوارت بر در مقاله‌ای در نشریه نشنال پست با عنوان خشم ایران از حکم دادگاه اونتاریو تلاش لیبرال‌ها برای ترمیم روابط دیپلماتیک را به خطر انداخته است. به سخنان حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حکم دیوان عالی ایالت اونتاریوی کانادا مبنی بر توقیف میلیون‌ها دلار از اموال غیر دیپلماتیک ایران به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی پرداخته است. جابر انصاری به دولت جاستین ترودو هشدار داد هر گونه عادی‌سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه مسئولیت قضایی دولت ایران است. بعید است اتاوا برای تغییر حکم دادگاه اقدامی انجام دهد. اصل رحمانی، صدای آمریکا.